گلگشتی در گلها. در برنامه‌های پیشین گفتیم که تفاوت عمده گل‌های تازه و گل‌های پیرنیایی در گرایش اولی به بهره‌گیری از کار شاعران معاصر و نوآور بود. گل‌های پیرنیا بیشتر به کهنسراها، به ویژه آنها که شعرشان آکنده از دیدگاه‌های عرفانی بود، می‌پرداخت. در طی 15 سال برنامه‌گذاری خیلی کم به سراغ معاصران رفته بودند و اگر همچنین کرده بودند، هدفشان معاصران غزل‌سرا بود. گل‌های تازه این سنت را شکست. از سایه سرپرست برنامه نیز که خود با همه استادی در شعر کهن از پیروان و مبشران شعر نیمایی است، جز این انتظاری نمی رفت. البته گزینش شعر نو با دقت و احتیاط بسیار صورت می‌پذیرفت و شعرهای پیشتازانه به کناری نهاده می شد. پیشتر نمونه ای از کارهای شاعران نو چون پرویز ناتلخاندری و گلچین گیلانی و فریدون مشیری را در پیوند با موسیقی گلها آوردیم. در این برنامه به دو نمونه دیگر می‌پردازیم. اولی از نخستین کارهای پدر شعر نو نیمایوشیج است و افسانه نام دارد. بندهای از افسانه نیما در پیوند با موسیقی جواد معروفی برای اجرا با ارکستر بزرگ تنظیم شده. آهنگ در مایه افشاری ساخته شده که با لحن غمگنانه افسانه سازگار باشد. سایه دو خواننده را برای اجرای افسانه انتخاب کرده تا به تناوب تکه‌هایی از آن را به آواز یا به آهنگ بخوانند. سیما بینا و عبدالوهاب شهیدی. سیما بینا را ارکستر همراهی می کند و عود شهیدی همراهی کننده آواز اوست. برنامه یک همراه دیگر نیز دارد، آذر پژوهش، که افسانه را دکلمه می کند. افسانه نیما به این ترتیب از سه راه به گوش جان می ریزد. ای فسانه، 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 ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل، ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من خسته دل در چه کاری؟ تکه‌ای از افسانه را با صدای سیما بینا می‌شنوی. Thank you.
سیاوش کسرایی نیز از شاعران نوآوری است که برخی از شعرهای ترانه شده اش در دل برنامه گلهای تازه نشسته است. کسرایی نیز چون سایه از شاعران آرمانگرا بود و همسانی اندیشه و مسلک، این دو را به دوستان صمیمی تبدیل کرده بود. سایه چند شعر کسرایی را به دست آهنگسازان سپرد تا بر روی آنها آهنگ بگذارند. معروفی، فخرالدینی و یوسف زمانی این مهم را بر عهده گرفتند و خیلی خوب از عهده برآمدند. یکی از دستاوردهای این همکاری ترانه باران نام دارد و دلتنگی‌های عاشقانه و آرمانی سیاوش کسرایی را تصویر می‌کند. تصویرگر این دلتنگی‌ها موسیقی روان جواد معروفی و صدای گرم و تأثیرگذار اهدیه است. در گل‌های تازه شماره 15 که صدای اهدیه را در اجرای ترانه باران در خود دارد، شهیدی نیز آواز می‌خواند. با غزل معروف حافظ، یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟ فخری نیکزاد نیز در لابلای برنامه همین غزل را دکلمه می کند. به تکه ای از ترانه باران کار معروفی کسرایی اهدیه گوش می کنید. Thank you.